سرخط خبرها دست اسرائیل رو شد هیچ گزینه نظامی علیه ایران وجود ندارد رسانه های عرب ایران مقتدی صد را مجبور به عقب نشینی کرد ورود خودروی حامل رئیس آژانس بینالمللی انرژی هسته ای به منطقه زاپوروژیه. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید دست اسرائیل رو شد هیچ گزینه نظامی علیه ایران وجود ندارد روزنامه ابری هارس به تازگی در گزارشی به قلم یوسی ملمن تحلیلگر اطلاعاتی این روزنامه صحنیسی تاکید کرد که تلاویو هیچ گونه گزینه نظامی علیه ایران ندارد و تنها در حال فریب مردم است بنابر گزارش امروز پنجشنبه وبگاه فلسطینی خبر به نقل از هارتس در بخش از این گزارش آمده است حدود سی سال گذشته است و سران سیاسی و امنیتی به مردم دروغ میگویند آنها توهم پراکنی و ما را گمراه میکنند گوی اسرائیل عملا گزینه نظامی علیه برنامه هسته ایران دارد واقعیت آن است که اگر اسرائیل چنین امکانی داشت این در مراحل زمینه برای پروژه هسته ای نمایان میشد در سال 2008 یکی از وزیران آگاه از مسائل در کابینه امنیتی به من گفت که اسرائیل فرصت زدن سایت های هسته ایران را زمانی که این تاسیسات در مراحل اولیه خود قرار داشت از دست داد. در آن زمان جورج دبلیو بوش همچنان در کاخ سفید بود این روزنامه صحنیستی اضافه می کند اگر واقعیت این بود پس چرا شعار گزینه نظامی همواره در عنوان تکرار می شود و عجیب تر اینکه چرا این شعار زمانی مطرح می شود که توافق هسته میان ایران و قدرت‌های بزرگ پیش می رود علت این هم سرمایه های داخلی و همچنین تمایل سیاستمداران و نظامیان به بزرگنمایی نقش خود یا قدرتمند نشان دادن خود است. این روزنامه ابری در بخشای پایانی گزارش خود ضمن توصیه به سران تلاوی برای دست برداشتن از لاف زدن اشاره می کند که رژیم صهیونیستی نه بمبی برای شکافت استحکامات سایت های هسته‌ای در اختیار دارد و نه اطلاعات دقیقی درباره سایتهای های ای این کشور. حارس از طرف دیگر این فرض را مطرح می کرد که حتی اگر تلافیف به صورت جزئی موفق به چنین کاری شود ایران و گروه های مرتبط با این کشور در منطقه این رژیم را وادار خواهند کرد تا بهای سنگینی بپردازند رسانه های عرب ایران مقتدی صدر را مجبور به عقب نشینی کرد رسانه های جریان اصلی پان عرب و روزنامه های لبنانی درباره مداخله ایران در بنبست سیاسی عراق و تشدید تنش ها علیه مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه هشدار دادند مقتدی سعد اخیرا گفته از سیاست کنار می رود و از پیروانش خواسته که به اعتراضات پایان دهند. اطلاعی سعد مبنی بر کنارگیری از سیاست حامیانش را بران داشت تا به ساختمان های دولتی کلیدی در منطقه سبز بغداد یورش ببرند. این اقدام باعث درگیری های مرگباری با حضور نیروهای امنیتی و گروه های شبه نظامی شیه شد و تعدادی کشته بر جا گذاشت. روزنامه العرب چاپ لندن که حامی امارات متحده عربی است در 31 اود نوشت دستورات رهبر جریان صدر به حامیان مبنی بر خروج از منطقه سبز و پایان دادن به اعتراضها بخشی از یک برنامه از پیش تعیین شده نبود است اما یک قدم ضروری پس از دریافت بعضی سیگنال ها از ایران است این روزنامه به نقل از منابع سیاسی در عراق نوشته است ایران مقتدی صدر را مجبور کرده که از پیروانش بخواهد به ها پایان بدهند با این هشدار که اگر عقب نشینی نکنند نمیتواند مانع سرکوب خونین آنها شود العرب همچنین گزارش داده که ایرانی ها به صدر گفتهاند که او باید گفتگو با احزاب مورد حمایت تهران را بپذیرد و هشدار دادهاند که ایش تردیدی برای کشتن حامیان صدر نخواهند داشت ورود خودروی حامل رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به منطقه زاپورژیه به گزارش اسپوتنیک مقامات منطقه زاپورژیه اعلام کردند که خودروی حامل رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایست بازرسی در قلم روی آزاد شده منطقه زاپورژیه عبور کرد زلنسکی خواستار تعطیلی رسانه‌های روسی در سراسر اتحادیه اروپا شد. به نقل از رویترز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تمام کانال‌های تلویزیون دولتی روسیه را ممنوع کند.